سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب phrasal verbs in use متوسط برای دیدن آموزش همه ای قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو بپردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید رسیدیم به درس دوم تو این درس هم میخوایم یه سری نکات درباره فریزال ورب ها یاد بگیریم خب یه مرور کنم بر درس قبلی فریزال ورب ها هایی هستن که از یک فعل و یک حرف اضافه و یا قید تشکیل میشن یعنی بعد از یک فعل یه حرف اضافه یا قید بیاد تبدیل میشه به فریزال ورب اگه یادتون باشه توی درس قبلی رایش ترین حروف اضافه که در فریزال ها استفاده میشن رو خدمتون عرض کردم حالا اینا رایش ترین فعل هایی هستن که در فیزال ها استفاده میشن گفتم که فیزال ها از یک فعل به همراه یک حرف اضافه و یا قید تشکیل میشه حالا رایش ترین فعل هایی که در فیزال ها استفاده میشه اینا هستن که اینجا مشاهده می‌کنید. بریک یعنی شکستن bring یعنی آوردن call زنگ زدن یا تماس گرفتن کام آمدن کات بریدن get چندین معنی داره گرفتن شدن رسیدن و غیره give یعنی دادن go یعنی رفتن keep نگهداری کردن knock در زدن look نگاه کردن make ساختن یا درست کردن pass یعنی پاس کردن قبول شدن عبور دادن تک انتخاب کردن یا چیدن پول یعنی کشیدن پوت یعنی گذاشتن ران دویدن سه چندین معنی داره غروب کردن آفتاب ماین کردن تعیین کردن کوک کردن تنظیم کردن تک یعنی گرفتن یا بردن ترن یعنی چرخیدن اینا رایجترین فعلایی هستن که در فریزال ورب ها استفاده میشن ببینید من تمام مطالب درس دوم رو در پاورپوینت براتون آماده کردم بعضی از افعال عبارتی یا بعضی از همون فریزال ها معنی عینی دارن و بعضیشون معنی ذهنی دارن معنی عینی چیزی که ما اون رو بتونیم با چشم ببینیم معنی ذهنی اون رو نمیتونیم با چشم ببینیم فقط در ذهن انسان وجود داره در خارج از ذهن انسان وجود نداره ببینید خود این افعال معنی عینی دارن خود این افعال مثلا بریک یعنی شکستن معنیش عینیه شما مثلا فرض وقتی که پنجره رو نیشکنی این شکستن قابل دیده مفهوم عینی داره شما میتونی با چشم ببینی ولی مثلا فعل اگری یعنی موافق بودن مثلا موافق بودن این مفهوم ذهنی داره شما نمیتونی رو با چشم ببینی خب این فعل هایی که اینجا مشاهده میکنید اینا همشون معنی عینی دارن حالا فریزال که با اینا درست میشه میتونه هم معنی عینی داشته باشه هم میتونه معنی ذهنی داشته باشه نگاه کنید گیو یعنی دادن یه فریزال که میتونیم از این درست کنیم گیون هست حالا این گون دو تا معنی داره یکی از معنیش یعنی تحویل دادن یکی از معنیاش یعنی تسلیم شدن یا کوتاه آمدن خب الان تحویل دادن معنی عینی داره کوتاه آمدن معنی ذهنی داره مثلا فرض کنید شما تکالیفتون رو تحویل معلمتون میدید خب این تحویل دادن یک معنی عینی داره I gave my essay in yesterday میگه دیروز من مقالم رو تحویل دادم اینجا gave in فریزال وربی هست که معنی عینی داره حالا اون چیزی که برای ما مهمه اینه که آقا معنی فریزال ها رو بدونید و از اونها به درستی استفاده کنید مثلا دیگه Her parents finally gave in and let her go to the party. والدینش سرانجام کوتاه اومدن و بهش اجازه دادن که به مهمانی بره. اینجا gave in اینجا gave in معنی ذهنی داره. یه مثال دیگه. یک phrasal verb که میتونیم از فعل get درست کنیم get on هست. خب get on دو تا معنی داره. یکی از معنیش یعنی سوار شدن. خب الان سوار شدن معنی عینی داره یا ذهنی داره؟ معنی عینی داره. قابل دیدن هست. حالا یه معنی دیگه هم داره. یعنی با هم خوب بودن یا رابطه خوبی داشتن. اینجا این معنیش یک معنی ذهنی هست. خب یه مثال بگم. شی او سوار اتوبوس شد. اینجا گدان معنی عینی داره. چیمند مری، دونت گت جیم و Mary با هم خوب نیستن. اینجا گدان معنی ذهنی داره. یا یعنی مثلا کام کام خودش یعنی آمدن یه فریزالور بی که میتونیم از این درست کنیم کام راوند هست خب کام راوند دوتا معنی داره یکی از معنیش یعنی به دیدن کسی رفتن تو خونش یا با کسی ملاقات کردن در خونش این معنی عینی داره یه معنی دیگه هم داره یعنی به هوش آمدن مثالشو ببینید Would you like to come round this evening? بخوایم اون شب سر بزنی به خونه ما بیای به دیدن ما بیای مثال دیگه She was unconscious for three hours but came round in hospital. یه سه ساعت بیهوش بود اما در بیمارستان به هوش اومد. یه دونه دیگه look یعنی نگاه کردن خیلی که میتونیم ازش درست کنیم look back هست. Look back دوتا معنی داره. به عقب نگاه کردن به گذشته فکر کردن. به عقب نگاه کردن معنی عینی داره به گذشته فکر کردن معنی ذهنی داره. حالا یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره که معنی ذهنی بعضی از فریزال ها رو میتونیم از معنی عینیشون حدس بزنیم مثل همین لوکبک. Back. به عقب نگاه کردن میشه معنی عینیش به گذشته فکر کردن میشه معنی ذهنیش حالا بعضی از فریزال ها معنی ذهنیشون رو میتونیم از طریق معنی عینیشون حدس بزنیم خب حالا به مثالش دقت کنید He looked back to say goodbye. او به عقب نگاه کرد که خدافزی کنه. حالا اینجا when I look back وقتی که به گذشته نگاه میکنم وقتی به گذشته فکر میکنم I can see, میتونم ببینم I have made many mistakes. اشتباهات زیادی رو انجام دادم. یه نکته دیگه هم وجود داره. این فریزال ورب ها اغلب یک مترادفی دارن. مترادف که میدونید چیه کلمات هممنی رو میگن مترادف مثلا سمال یعنی کوچک تاینی یعنی خیلی ریز اینا با هم مترادفن چون معنی های مشابهی دارن مثلا بگ یعنی بزرگ لارج هم یعنی بزرگ اینا مترادفان چون معنی های مشابهی دارن حالا این فریزال ورپا اغلب یه مترادف و یا هم معنی دارن اون کلمه ای که مترادف و هم شون هست یک فعل تک ایه ببینید این ستون فریزال ورب هستن و این ستون اومدیم مترادف هر فریزال ورب رو نوشتیم پراف یعنی به تعویق انداختن عقب انداختن مترادفش میشه پوسپون پوسپون هم یعنی عقب انداختن یا به تعویق انداختن خب این فریزال ورب پول آف یه مترادفی داره این مترادفش چیه؟ یک فعل تک یا مثلا take off یکی از معناش یعنی در آوردن حالا مترادفش میشه remove remove هم یعنی در آوردن turn up یک فریزال ورب معنیش یعنی رسیدن arrive معنیش یعنی چی؟ رسیدن مترادف turn آپ میشه چی؟ arrive مترادف take off میشه remove مترادف put off میشه postpone حالا چه تفاوت اینا با هم دیگه دارن؟ این فعل های تک کلمی اغلب نسبت به فریزال ورپ ها رسمی تر هستن البته همیشه اینجور نیست مثالشو ببینید Let's put off the meeting until Friday میگه بیایید تا روز جمعه جلسه رو عقب بندازیم حالا بخوام خورده رسمی تر بگم میگم Let's postpone the meeting until Friday این دوتا کلمه هم میتونن جای همدیگه استفاده بشن ها postpone نسبت به put off رسمی تره Asal Please take off your shoes when you enter the temple. Miye vakti ki varada mabed میشه lütfen کفşatı da derbiyor. Hala take off dem remove. Please remove your shoes when you enter the temple. Ve بعدی everyone turned up on time for the meeting. Miye hame bara جلسese sarvakt رسیدen. Mi turned up begen arrived. Everyone arrived on time for the meeting. خب اینم از مطالب درس دوم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما یادگیرندگان